از یه جایی به بعد که من رسیدم به یک دوره‌ای که باید موفقیت هم رو جشن می‌گرفتم، تازه در اونجا محکوم شدم و این برای من خیلی برمی‌گردی و این ماجرای کنار اسم پدر بودن از اونجا به بعد به ضررم شد. واقعاً سلیقه‌م هم یک سینمای اینگونه هست، اینی که هر بازیگری کارگردان بشه، هر کارگردانی خواننده. ما تو ایران همه چی داریم. اتفاق تو افتاد این بود که رفتم سر صحنه ببینم آیا من اصلا این کاره هستم، مثلا اینی که هر بازیگری کارگردان بشه، هر کارگردانی خواننده. ما تو ایران همه چی داریم، یعنی هر کسی ماشاءالله همه کار میکنه. و اینی که میگن خب مثلا پولاد کیمیایی هم مثلا میخواد فیلم بسازه، خیلی چیز بود، یعنی برای من یک هیته خطرناکی بود توش آمدن. اگر که مثلا حالا با عنوان مثال پسر کیمیایی بزرگ نبودم، قطعا یک سری اتفاقاتم در زندگی هم نمیافتاد. شاید یه کاره دیگه میشدم، شاید سر از یه جای دیگه در میوردم. پس حضور اون آدم این مسیر رو به من داد و از این که به فیلم نزدیک شدم، از ابتدا فیلم های کلاسیک تو خونه ما دیده می شد، از ابتدا من می دیدم مثلا پدر داره راجع به بازی ها توضیح می ده این بده، اون خوبه، چرا بده، چرا این فیلم خوبه، اصولا منتقدین قدیم، اینا همه به در واقع نگاه و به اینا کمک هم. اما از یه جایی به بعد که من رسیدم به یک دوره‌ای که باید موفقیت هم رو جشن می‌گرفتم، تازه در اونجا محکوم شدم و این برای من خیلی برمی‌گردی و این ماجرای کنار اسم پدر بودن از اونجا به بعد به ضررم شد. خیلی جاها به ضررم تموم شد، توی گرفتن جوایز، توی کار گرفتن، خیلی حرف و حدیث و حتی کسانی که با پدر من خوب نبودن یا کسانی که اون سینما رو دوست نداشتن، خب اغلب حتی برای اینکه بخوام من انتخاب کنن اون قالب تو ذهنشون می اومد و خب اینم رو باید تصمیم کنم. معکوس در واقع حالا همون عکس جهت توی ادبیات اتومبیلدانی مثل همون معکوس کشیدن هستش، اما در فیلم به مفهوم معکوس این هستش که بعضی وقتا ما باید به عقب برگردیم تا بخوایم به جلو بریم. یعنی در قصه ما که این قصه رو داریم روایت میکنیم تو خطای گذشته، فلشبک هایی که داریم، ما تو آخر فیلم به این نتیجه میرسیم که یک راه رفته، یک راه اشتباهی که در واقع رفته شده، راهگذاری باید برگرده طرف تا بتونه ادامه اون راه رو بده. گفتم اول یک کار اکتیو، یک کار در واقع تکنیکی انجام بدم که خودم رو به چالش بکشم، نیام تو آپارتمان با یه دوربین تنبل و یه قصه کشدار و در واقع فقط بخوام عنوان کارگردانی به دست بگیرم، چون برای من عنوان کارگردانی چیز کار خاصی نبود. به دلیل پیشینه پدر این بود که من باید یک کاری میکردم، یک حرفی میداشتم، وگرنه یک اجرای ناموفق بود. حرکت. شما میتونید در یوتیوب با زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید و برنامه های متنوع دیدارش رو تماشا کنید. مصاحبه های متفاوت و اختصاصی با هنرمندان، بازیگران مطرح و بازیگران جوان و مستعد. کارنامه سحر دولتشاهی پر از نقش‌های کوچک و بزرگ که تحت هدایت کارگردان، بررسی کارنامه هنرمندان و مرور فیلم‌های مهم ایران و جهان و ویدیوهای بیشتر در یوتیوب ما. یادتون نره برای حمایت از ما کافی صفحه دید آرت رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله از تازه‌های ما با خبر بشید. ممنونیم از شما. نبودم که ما از لحاظ تکنیکی بتونیم این رو اجرا بکنیم، چون چنده بودم چندی پروژه قبلا نزدیک شده بودم به این ماجرا و نشده بوده پروژه، حالا به دلایل مختلف. یک ترسی هم از این داشتم که تو اجرا چی میشه، یه وقت مثلا خنده دار نشه، چون اینقدر نمونه های خوب ما تو هالیوود داریم میبینیم و این مسائل اینقدر اونجا تکنیک و لوازم و اکسسوار خود وجود داره که
ما واقعا سخت بودن لازم تولید. به این جهت یه مقداری دو پهلو رفتم، یه ذره قصم هم خواستم بیشتر بهش بپردازم که اگر بخش اکشنم در نیومد بتونم واقعا روی قصه مانو داشته باشم، ولی دیدم خدا رو شکر چه باید وجود داشته باشه بین سینمای حالا کیمیایی پدر و من. به این جهت هست که خب قطعا من در طول این مسیری که آمدم نه فقط اینی که بگم تأثیر گرفته باشم فقط از او، واقعا سلیقه‌م هم یک سینمای این گونه هست، یعنی سینمای در واقع این شکلی رو من میپسندم، دوست دارم، یعنی قهرمان، آدم تنها، آدمی که یک اتفاق براش افتاده. مثلا این فیلم من فقط تمش تصادف بود، یعنی یه تم تصادف، همه آدمای این فیلم تصادف دیدن. برای فیلم بردار ما لوازمش رو نداشتیم، من دوست داشتم که یک کرینی که روی ماشین نصبه اینو بیارم تو این فیلم، منتها خب مجوزش رو ندادن و ما نتونستیم اقدام بکنیم، بخاطر اینکه اون گروه یک گروهی بودن که در دبی بودن و امریکایی بودن، اووردنشون خیلی مسئله داشت. ببینید این فیلم برجهت یه مقداری از لحاظ هزینه و برآورد برای بخش خصوصی یه ذره سخت بود و به خصوص که حالا فیلم اول منم بود، یه مقداری سخت مجاب کردن یک فردی رو که بیاد در واقع یک برآورد سنگینی رو به خصوص حالا با این شنیده ها و گفته هایی که خودمون به عنوان در واقع صنف میگیم که بیایم سود در تولید بکنیم و فیلم های کم خرج و آپارتمانی بسازیم، سخت بود مجاب کردن. منطقه اون دوستمون، اون آقایی که آقای محمودیار بود اسمش، ایشون رفتن از ایران و ناگهان پروژه من متوقف شد. یعنی من سر صحنه، شما فکر کنید روز تولد کیک رو بردن و فشفشه و اینا جشن گرفتیم و فیلم ترتیب شد، همه رفتیم خونه. یعنی انقدر برای من یک شکست روحی و سنگین بود، چون ما یه مسیری رو طی کرده بودیم تو پیش تولید و این فیلم در رابطه حالا با بخشی از بخشیش خیلی تولیدی و در واقع ماشین هایی رو نیاز داشتیم که خیلی کمیاب بودن و اینا هم تا یک زمانهای خاصی در اختیار ما بود، یعنی همیشه من این موقعیت رو نداشتم که کار بکنم. فیلم سخت ساخته شد، یک فیلمی که تمام تلاشش رو در واقع میکنه که متعهد باشه به سینمای اجتماعی که دارای ارزش‌ها و جذابیت‌هایی هست که ما میتوانیم هر دو اینا رو داشته باشیم. یعنی ما میتونیم فیلمی بسازیم که رنگ و در واقع جذابیت‌های بصریش رو داشته باشه، تکنیکش رو داشته باشه، اما شعار هم نده، یعنی سینمای میانه ای رو داشته باشیم که هم به فروشش توجهی بشه و همینی که پوز روشن فکری توش غالب نباشه. چیزی که هست اینی که یه مقداری در واقع بیرون از حالا این نمیخوام شکل نصیحتی باشه یا چی، یه مقداری احساس میکنم جامعه تند شده، احساس میکنم که بحث بخل، بحث حسادت، بحث نگاه های ناعادلانه یه ذره زیاد شده احساس میکنم در این روزها و یه ذره اون عشق و صمیمیت قدیم رو اگر ما داشته باشیم واقعا بهانه دیگه، یعنی ما جمع میشیم دور هم، شاید هر سال یکی از عزیزان و بزرگان بین ما نباشه، مثلا هرچی داریم میریم جلو میبینیم یه داره خالی تر میشه. البته نسل جدید آمده خوب هست، یه سری بچه دارن خوب کار میکنن، قضاوتمون رو پاکیزه تر بکنیم. صفحه ما رو در اینستاگرام دنبال کنیم.